خب بچه ها ببینید، من یه پالتو دارم آوردم روی اینم بهتون نشون بدم زوغ کنید. ببینید چقدر روی اصل کاری خوشگل میشه. این من الان دو تا ستایی دارم، خب رنگش هم به این میخوره، این گل بهیه، زیریش سرشکیه، فکر کنم تو تصویر معلوم باشه رنگا. ببین الان من مثلا اینو میام اینجا میدوزم، میتونم یه دونه ای باشه خب مثلا یا این برش چند تا دیگه بیاد، ولی من باشم چیکار میکنم؟ قرینش رو میام میدوزم، میام یه دونه میام. بچه اینا دیگه سلیقه است، من اصلا محدودتون نمی کنم. خیلی اصلا قرینه دوست ندارم، من دیدم مثلا این دوتا رو اینجا میام میدوزم. ببین چقدر به کار من جلوه میده، مخصوصا برای لباسهای مجلسی یا مانتوهای مجلسی. لباسهای اسپورت، مانتوهای اسپورت نه، گیپور و تور و حریر خیلی بهشون نمیاد، ولی حالا اون روش اپلیکی که الان بهتون میگم واسه لباسهای اسپورت خیلی خوبه. میبینی میتونی حالا اینو هر روشی که دوست، هر مدلی که دوست دارین مثلا روش بدوزین. اینو میذارم حالا ترکیبم رو میچینم. میگم بچه سعی کنید که حالا اون پارچه‌ای که میخوان انتخاب کنین برای اپلیکه کردن رو جدا بکنین خب از رو تورتون، بعد بیاین باهاش بازی کنین، این برونبرش کنین، یه ترکیبایی اصلا به وجود میاد که اصلا بهش فکر نکردین. خب ذهن خودتون رو محدود نکنین اصلا تو این چیزا، به این که نه من سه تا دونه برمیدارم میارم اینجوری میزنم روی عقش. من اینو برنم الان به شما نشون بدم، خب مثلا میتونه اینجوری باشه، حتی ببینید چقدر اینجوری هم بیارم شده بالا چقدر اینجوری هم خوشگل میشه. میتونه فقط بالا یا تا پایین همینجور حالت چی بهش میگن، همچون منحنی ها تو پایین بره یه طرف کار اصلا. حالا این اصلا تو دوربین جا نمیشه، ترسم همیشه به هم بخوره دیگه، سر بیارمش بالاتر. خب ببینید مثلا اینجوری، نه این نباید باشه، اینجوری باید باشه. آره آره، یعنی یه نباید بیاد دوباره اینجا، یه نباید بیاد اینجا، این شکلی میشه. ببینید چقدر خوشگل میشه، مثلا تو فقط یه طرف بیاد یا بره روی اینجای آستین از حلقتون، مثلا حالت آوی سه تاش اینجوری بیاد، ببین مثلا اینجوری بیاد، خیلی خوشگل میشه. یا فقط رو سرشونه باشه، این دیگه میگم بستگی به سلیقه خودتون داره و حالا اون طرحی که توی ذهنتون هست.